چالش گل زدن پنالتی به بهترین دروازه‌بان جهان با هوش مصنوعی. فرض کنه توی فینال جام جهانی این پنالتی اعلام شده واسه شما. امیلیانو مارتینز دستکشش رو می‌بندیم تو دروازه. سرمربی شما رو صدا می‌کنه که بره پنالتی بزنه، اما شما نوبی پنالتی بلد نیستی. اینجاست که شما بطری شغل رو دست می‌گیره که چت جی‌پی‌تی بهت گفته کدوم سمت بزن و پنالتی رو با آرژانتین گل می‌کنی و جام می‌ری بالا. پس توی هوش مصنوعی سرچ کردم چگونه می‌تونیم دروازه‌بان‌های مختلف گل بزنیم و واسمون چند تا عکس ورد و 10 تا شروجه آخر هر دروازه‌بان رو بهمون نشون داد. حالا ما می‌خوایم بریم جلوی همین دروازه‌بان‌ها وایسیم نفر سه تا پنالتی بزنیم و ببینیم که هوش مصنوعی واقعا می‌تونه کمک بکنه که همین پنالتی‌هامون رو جلوی همین دروازه‌بان‌ها گل بکنیم یا نه. سلام و درود خدا بر شما باد. اولین دروازه‌بان آلیسون بکر. آقا همونطوری که دارین مشاهده میکنید چت جی‌پی‌تی به ما گفته که آلیسون بکر قرمز رو گل خورده و توسی ها رو گرفته. دو تا چپ گل خورده، دو تا راست گل خورده، دو تا وسط گل خورده. اما بیشتر سمت راستی ها رو مهار کرده و سمت چپ درصد بیشتری گل خورده. بنابراین میذاریم سمت چپ. خیلی خوب، اولین ضربه لیونل مسی همونطوری که مشاهده میکنید سمت چپ پایین دارم میذارم ببینم که گل میشه یا نه. آلیسون بکر اولین ضربه پنالتی گل میخوره یا نه؟ گل نمیخوره. ضربه دوم لیونل مسی همون سمت میزنیم. اگر که دو تاش گل بشه یعنی درست، اما گل. اگر که این پنالتی تبدیل به گل بشه یعنی که هوش مصنوعی درست فکر کرد و بهمون درست آمار داد، اما اگر نشه اشتباهه. هوش مصنوعی میره نه در زمین آلیسون بکر. دروازه‌بان بعدی یان زومر. همونجوری که مشاهده می‌کنید در رابطه با یان زومر آقای چت جی‌پی‌تی گفته که هر چی که ایشون سمت چپ اومده گل خورده، یعنی 1 2 3 4 5 6 7 8 تا 8 تا از چپ یان رول خورده، 3 تا از وسط یان، ولی سمت راست به هیچ وجه گل نخورده و همه رو سیو کرده. از دوباره می‌زنیم سمت چپ. لیونل مسی با شو قرار می‌گیره. چرا توپ مشکیه؟ لیونل مسی ضربه کای پنالتی رو میذارم سمت دروازه یان زومر ببینیم که این بار هوش مصنوعی درست گفته یا نه. بله، دومین ضربه پنالتی لیونل مسی که به عشق این بازیکن آرژانتینی جور جان پدرت توی دروازه. سومین پنالتی که اگر این پنالتی گل بشه ایمان آوردیم، اگرم نشه ایمان آوردیم بخاطر اینکه دو تاش گل شده. تموم. هوش مصنوعی در رابطه با یان زومر درست فکر کرد و همه پنالتی ها رو بهش گل زدیم. دروازه‌بان اومدی دخا دوستان عزیز قرمز رو گل خورده، 17 تا چپ گل خورده، حدود 11 تا هم سمت راست گل خورده. پس بنابراین این دفعه میذاریم سمت راست. اولین ضربه لیونل مسی سمت راست میذارم، همینطوری که مشاهده میکنید دایره رو سمت راست میذارم و پنالتی رو تاغر پر میکنم. یا اول فاز، اولی پنالتی توی دروازه، دومی پنالتی رو همون سمت میذارم ببینید که هوش مصنوعی راجع به دخواهم درست گفته یا نه. مثل آلیسون بکر تر زده اینجا. یه دونه رو بگی خواهش میکنم، خاک تو سرت کنم. هوش مصنوعی راجع به دخواهم کاملا درست فکر میکرد و تونستیم همه پنالتی رو بهش گل بزنیم. اگر اینجوری باشه پس دیگه چه نیازی که فوتبال یاد بگیریم؟ با کمک این بطری پنالتی های خود را تبدیل به گل کنید. دروازه بان اومدی مارک آندره تر اشتگن. همینطوری که دارین مشاهده میکنید این عکس واسه سال 2020 سه هستش، اما اینجوری که این نشون داده فقط سه تا گل خورده ترشتگن، اونم صداش سمت راست بوده، نه وسط گل خورده نه سمت چپ. همینطوری که داریم میبینید دایره های نارنجی یعنی اینکه شوتایی که اونجا شده رو ترشتگن مهار کرده. پس بنابراین میزنیم سمت راست. در مقابل مارک آندره ترشتگن هم تیمی سابق خورد لیونل مسی سمت راست پایین رو هدف میگیره و تا آخر پر میکنه. یا اول فضل توی دروازه. ضربه اول تبدیل به گل شد و اگر که این ضربه تبدیل به گل بشه احتمال خیلی زیاد هوش مصنوعی درست گفته و چت جی پی تی اینجا میتونه که به ما کمک بکنه. آقا روی همه رو دارید، آبرو دروازه‌بان میره، این یکی رو بگیر، این یکی رو بگیر، ما ایمان آوردیم، ولی این یکی شما. و باز هم چت جی پی تی درست گفت و تونستیم سومین دروازه‌بان هم حذف کنیم. دروازه‌بان بعدی مندی چلسی. آقا همینجوری که داریم مشاهده میکنید همه پنالتی ها رو مندی گرفته، یعنی هر چی نگاه کن این هوا رو میبینی، اینا رو میبینی، اینا رو همه رو گرفته، یعنی وسط راست همه رو گرفته و کلا فکر کنم 4 تا دونه سمت چپ زدن، اونم یه دونهشو گل خورده. پس می‌زنیم سمت چپ پایین. آقا مسی متوجه هستی برو بریم اولین پنالتی سمت چپ پایین به مندی. یا اول فاز یا علی آبرو بود نره توی دروازه. دومین پنالتی سمت چپ لیونل مسی باز همون گوشه رو مد نظر خود قرار میده. لیونل مسی آقا سب کن اینو بگی. پنالتی سوم نه 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 اشتباه زدم. خب اشکال نداره، با اینکه تونستیم به مندی دوتا گل بزنیم ولی با احتمال خیلی زیاد اینجا هم چت جی پی تی درست میگفت. در آخر حساب میکنیم که از کل پنالتی هایی که زدیم چند تاشو دروازه‌بان مهار کردن و چند تاشو گل کردیم. دروازه‌بان بعدی مگنون میلان. پنالتی آقای مگنون داریم مشاهده میکنید یا اول فاز؟ ببین اصلا من کاری ندارم که این 102 تا تو دروازه شوت شده تو یک سال، 9 تا سمت چپ گل خورده و 11 تا سمت راست گل خورده، بنابراین باید بزنیم سمت راستش که 11 تا گل خورده. اول پنالتی به مگنون میخوایم بزنیم به سمت راست ببینیم گلی رو سبیه به گلش میکنه یا ایپر اونور. بار دیگر قطعی تقلل رو دست بگیره آقای لیونل مسی و میخواد ببینه که دومی پنالتی تبیه به گل میشه و ببین گل این زرشکری. آقای بوتری تقلب تو مگه نگفتی راست بزن گل میخوره؟ خب یکیشو گرفت که. آقا پنالتی لیونل مسی اگر که این گل بشه احتمال خیلی زیاد هوش مصنوعی درست کرد و اگر که گل نشه احتمال به شدت زیاد غلط کرده.
درست میگه. اینجا هم با اینکه دو تا پنالتی رو تونستیم گل کنیم ولی احتمال خیلی زیاد هوش مصنوعی درست میگفت. آقا واقعا دیگه نریم تمرین کنیم فوتبال. جدی میگم. اصلا واسه چی میری فوتبال تمرین میکنی؟ دروازه‌بان بعدی جردن پیکفورد. 169 تا شوت رو تو دروازه‌اش. دفاع چه غلطی میکرد اون موقع؟ تقریبا 13 تا چپ بوده و 18 تا سمت راست گل خورده. بنابراین میذاریم سمت راست. آقا من هر جوری دارم حساب میکنم این بنده خدا 170 تا شوت تو دروازه‌اش شده. چند تا 20 هم گل خورده باشه. بارک معقول خدا مک بازم دمش گرم. اولین پنالتی تبدیل به گل شد. دومین پنالتی لیونل مسی دقیقا همون سمت و همون زاویه و همون کنج زمینی توی دروازه. پنالتی آخر لیونل مسی گل میشود آیا یا نه؟ پنالتی آخر مسی سمت راستی میزنه و بازم گل خورد و اینجا موش مسی درست میگفت تونستیم همه پنالتی همون جلوی پیکفورد گل کنیم. 15 سال شما پیکفورد جون کندی دروازه‌بان شدی یه هوش مصنوعی 10 دقیقه زدم 3 تا گل. دروازه‌بان بعدی مانوئل نویر. در رابطه با مانوئل نویر گفته کلا 25 شوت شده تو دروازه‌اش. من بودم اینا کجا بودن؟ 170 تا شوت جردن پیکفورد ولی ایشون 3 تا سمت چپ و گل خورده، 2 تا سمت راست هم گل خورده. چه نگاه کن کلا 6 تا به سمت چپ زدن 3 تا گل خورده. گل خوردی با هیچ چش میشه. لیونل مسی مار باید خلاف جهت یعنی سمت چپ بزنه و خلاف زاویه بدن خود یعنی پای چپش بزنه. دیگر ضربه لیونل مسی آیا میتونیم جلوی مانوئل نویر بزن 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 گلشه بزن گلشه بزن گلشه بابا ولمون کوین داره همه رو در میاره. آقا طبیعی نیست به خدا بزن من بالا هم میزنم ولی این پدرسخو دارن نمیشه آخه بابا ولمون کوین همه رو گرفت. متاسفانه هوش مصنوعی راجع به نویر غلط زیادی کرد و هیچ کدوم از پنالتیامون رو نتونستیم بهش گل بزنیم. در بازی بعدی تیبو کورتوا. همینطوری که مشاهده میکنید راجع به تیبو کورتوا گفته که 160 تا شوت تو دروازه شده توی یک سال. او چه خبره اینجا همه رو گرفته. 19 تا تقریبا سمت راست گل خورده و 15 تا سمت چپ. بنابراین سمت راست بیشتر گل میخوره یعنی 19 تا. در اول لیونل مسی با تیبو کورتوا ببینیم که بطری آبمون هنوز جواب میده یا اینکه نه خراب شده هنوز جواب میده. بابا میذاره به تیبو کورتوا ببینیم که بالاخره ریاکشن نشون میده به سمت توپ میاد یا اینکه نه هنوزم میخواد گل بخوره هنوزم گل. اینو حساب کن گل دیگه. سومین ضربه پنالتی توسط لیونل مسی زده میشه به کورتوا واکنش نشون میده به این ضربه یا نه باز هم گل. سوپر استار به خدا به خدا سوپر استار الکی نگینه سوت ساعت بازی پایینه سوپر استار. این بار هم هوچ مصنوعی کاملا درست حد زد و تونستیم تمام ضربه هامون تقریبا به جز تیرکه به کورتوا گل کنیم. در بازمان بعدی هم ملیتی امیلیانو مارتینز و اما امیلیانو مارتینز گفته که 17 تا شوت بهش شده و همینجوری که دارین میبینید اکثر شوت هایی که بهش این سمت شده رو گرفته و این سمت مثلا اگه سه تا بهش زده شده یک سومش که همون یکی باشه رو گل خورده. دو تا وسط، یکی راست، یکی چپ. ولی چپه تعدادش کمتره بریم چپ. بریم که لیونل مسی در مقابل دروازه‌بان هم ملیتی خودی که تونسته بود آرژانتین رو قهرمان جام جهانی بکنه. چرا دروازه‌بان پا نداره؟ بعد امیلیانو مارتینز بدون پا رو مشاهده می‌کنید. دومین پنالتی به سمت امیلیانو مارتینز فین در میاره فکر کنم کسافت. یه دونه پنالتی زدیم یه دونه پنالتی نزدیم. اگر که بتونیم این پنالتی رو بزنیم احتمال بسیار زیاد هوش مصنوعی درست گفته و اگر که گل نشه احتمال خیلی زیاد غلط اضافه کرده توی دروازه. در کمال ناماوری باز دوباره چت جی پی تی درست گفت و تونستیم تقریبا همه پنالتیامون رو تبدیل به گل کنیم. در دروازه بعدی کیلور نواس. راجع به کیلور نواس گفته چی؟ گفته که 3 تا سمت چپ گل خورده و حدود 5 تا سمت راست گل خورده. 1 2 3 5 تا وسط. بنابراین میره سمت راست. آره دیگه لیونل مسی با چوغ قرار گرفت و کیلور نواسی که در مقابل مسی سابقه دروازه‌بانی به شدت آقا تقصیر من نیستش که من نگفتم فقط راست بزنیم که هوش مصنوعی داره میگه اینجوری من دارم میزنم. بابا میذار به لیونل مسی به سمت دروازه کلون نواز ببینیم که گل میشه یا نه. سه میذار به پنالتی لیونل مسی به کلون نواز ببینیم که بالاخره این ضربه هم تبدیل به گل میشه و تونستیم که در عین ناباوری و پشت میزانی هوش مصنوعی داره همه دروازه‌بان‌ها رو درست حدس میزنه. دروازه‌بان آخر کپای چلسی. در رابطه با کپا خدای نگاه کن خودت چی گفته؟ گفته که 5 تا کلا شوت زده شده به دروازه‌اش. همه وسط‌ها رو گرفته سمت راستیه رو گل خورد. اما اینجا سخت شد کار. چون اصلا نمیدونیم که اگه سمت چپش بزنیم گل می‌خوره یا نمی‌خوره. پس بعد بزنیم سمت راستش. ببین واقعا کار در مقابل کپا سخته به خاطر اینکه میگم اصلا معلوم شاید چپ بزنیم همه رو گل بخوره. در روی دوم لیونل مسی به کپا با اینکه روی سوپر استار اما نمیدونم که چرا ریاکشنی نشون نمیده به سمت راست و نمیاد. شوشه مصنوعی گفته رومانس داره تو رو حدس میزنه گل شد بدون نگاه کردن. در رابطه با کپام کاملا درست میگم و تونستیم هر سه تا شوت رو گل کنیم. در مجموع 36 تا پنالتی زدیم و 27 تاشو گل کردیم و فقط 9 تاشو خراب کردیم. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. خدا نگهدار.